تشکر یاسمن عزیز، سلام مجدد خدمت رفقا. بله یاسمن جان، یه نفسی تازه کن، بقیه بحث تر بخواستی دوباره بیا مطرح کن. بحث خوبی بود، مرسی رفیق یاسمن. رفقای عزیز، اگر مایلید در بحث شرکت کنید یا سوالی دارید دستاتون رو بالا کنید، اگر هم نمیتونید به صلاح میکروفون بگیرید میتونید سوالاتتون رو در نوشته بیارید. رفقای ادمین بعد سوالات شما رو خواهند خوند. من منتظرم ببینم رفقا کی دست بالا میکنن یا سوال مطرح میکنن. تا رفقا را بیفتن من خودم یه بحثی رو در ادامه صحبت شما بگم، سر همین نکته ای که خودتونم روش تاکید گذاشتید، ماجرای دولت کارگری و دولت کارگری منحط به اصطلاح. یعنی این تئوری که میگه دولت کارگری منحط، یعنی ما یه دولت کارگری داشتیم که منحط شده دیگه، والا معنی نداره دیگه. و این در واقع اشکال قضیه، به نظر من یکی از اشکالات تئوری که قضیه از نظر فهم خود بولشویک از مسئله از همینجا ناشی میشه. بدون استثناء لنین، تروسکی، بقیه کسایی که توی بولشویک ها راجع به مسئله حرف زدن و کسانی که خارج از مثلا شوروی اون موقع در کمونیستای اروپایی راجع به این مسئله حرف زدن، قبول دارن که دولت کارگری تشکیل شد در روسیه. یعنی به هر حال قدرتی که بعد از انقلاب اکتبر به اصطلاح تسخیر میشه، قدرتی است که اکثریت کارگران پشتشن و شوراهای کارگری پشتشن، حزبم بخشی از ایناست، بخش مهمی از ایناست، ولی تنها به صلاح نیروی عمده نیست. خود طبقه کارگر در اکثریتش فعالانه درگیر، هرچند به هر حال بعد عملا حزب خودش جایگزین طبقه میکنه، ولی میتونست اینجوری نباشه و از اولش هم اینجوری نبود. بنابراین تا یه اندازه درست اینو قبول کنیم که طبقه کارگر در اکتبر قدرت رو گرفت، حالا به اشکالی که به هر حال از نظر تاریخی هم میشه دقیق تر بررسی کرد، نقش شوراها، نقش سربازان، نقش دهقانان، نقش اینا رو همه رو آورد که یه تصویر به اصطلاح کنکره تری از قضیه داشت. ولی در این به نظر من دیگه واقعا فقط آدم های عجیب و غریبی اصرار دارن سر این به اصطلاح پافشاری کنن. به هیچ شکل میشه این انکار کرد که انقلاب اکتبر یه انقلاب کارگری بود، قدرت به دست طبقه کارگر افتاد. این آیا مساویس با دولت کارگری؟ همین این، اگر این فرض کنیم درسته، به نظر من نه. این ریشش از دید من توی اشکال تئوریکی که در تئوری های مارکسیست های مسر دولت موجوده، اونم اینه که من بارها به این اشاره کردم، این یکی دیگه از عوارضشه، اونم این نفهمیدن تفاوت بین دولت و رژیم سیاسی، یعنی حکومت و دولت، گاورمنت و استیت. حالا ما در فارسی که اصلا گیشتر از همه این چیزهایی هستیم، مثلا جای این دوتا لغت هم با هم عوض کردیم، مثلا میگیم دولت رئیسی، دولت احمدی نژاد، حکومت رئیسی رو میگیم دولت، استیت آف می رئیسی، که اصلا در انگلیسی حرفو بزنی بهت میخندن، ولی ما در فارسی اینو همه استفاده میکنن، هیچ کم می به عقلش نرسیده که این یه تناقض بزرگیه اینو حرف زدن. ولی به هر حال این یه مشکلی است، ما در تئوری مارکسیستی دولتی رو بارها باش مواجه شدیم که رفقا تفاوت این دوتا رو نمیفهمن. رژیم سیاسی بخشی از دولته ولی تمام دولت نیست. دولت نهادهای متعددی داره، نهادهای نظامی، امنیتی، پلیسی، ایدئولوژیک، مالی، همه این نهادهای متفاوت دولت رو میسازن، من جمله رژیم سیاسی. یعنی اونایی که از نظر ظاهر، از نظر بیرونی دارن قدرت سیاسی رو به اصطلاح اعمال میکنن، مثلا اون نیرویی که به اصطلاح سر کاره، اون حکومتی که سر کاره، اون رژیم سیاسی که سر کاره، ولی دولت به این خلاصه نمیشه. به همین خاطر هم ما میتونیم مثلا میگم یه دولت بورژوا داشته باشیم و یه رژیم سیاسی هیتلر باشه، فاشیستی باشه، رژیم سیاسی بورژوا لیبرالیزم پارلمانتاریزم باشه،
رژیم سیاسی بناپارتیستی باشه. رژیم سیاسی میتونه خیلی چیزهای دیگه ای باشه. رژیم سیاسی منتج از تناسب قوای سیاسی تو مراحل مختلف تاریخی، ولی کل دولت معرف این صرفا تناسب قوای سیاسی لحظه ای نیست، یه چیز پایدارتره، داره از یه مناسباتی دفاع میکنه، از یه مجموعه ای از روابط اجتماعی رو حمایت میکنه و پاسداری میکنه که معرف یه به صلاح دوره تاریخی تر، یعنی تا رژیم سیاسی به صلاح کوتاه مدت. و اینکه انقلاب میشه طبقه کارگر قدرت رو واقعا بگیره، حالا هر جای دنیا یه انقلابی بشه طبقه کارگر هم قدرت رو بگیره، این یعنی نه اینکه دولت کارگری تشکیل داده، این یعنی که رژیم سیاسی رو گرفته، قدرت سیاسی رو گرفته، ولی تازه بعد دولت کارگری تأسیس بشه بعد از این. یعنی ما برگردیم به تجربه کمون پاریس، خود مارکس درسی که میگیره چیه از این ماجرا؟ میگه بله ما قدرت رو گرفتیم، این خودش یه نوع دولت حکومت کارگریه دیگه، همونی که من میگفتم دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا، این یه شکلیش دیگه. پرولتاریای پاریس داره انقلابی عمل میکنه و به صلاح دیکتاتوری علیه به صلاح طبقات متخاصم داره عمل میکنه و داره میره جلو، ولی یه اشتباهی کرده، اونم اینه که میخواد از آپاراتوس دولتی سابق استفاده کنه برای اینکه این کار رو جلو ببره. آپاراتوس دولت موجود رو نه تنها از بین نبرده، بلکه آپاراتوس جدیدی هم در مقابلش نساخته. یعنی دولت کارگری احتیاج به سری آپاراتوسا داره، اینا باید ساخته بشن، اینا با شب انقلاب با پیروزی در انقلاب خود به خود ساخته نمیشن. بنابراین اصولا این بحث که ما در روسیه دولت کارگری داشتیم از اولش به نظر من اشتباه است. ما هیچ وقت در روسیه دولت کارگری نداشتیم، برای اینکه بلشویک ها دو دلیل داره، یکی تا یه اندازه عدم آشنایی به صلاح تئوری بلشویکی اون زمان با مفهوم اصولا دولت کارگری، یعنی چی، چجوری باید این رو ایجاد کنیم، نه یه سری عوامل و دلایل تاریخی اجازه داد که بلشویک‌ها و پرولتاریای روسیه این کار رو بکنن، من جمله جنگ داخلی تحمیلی، من جمله به سلابی مشکلات اقتصادی عجیب و غریبی که بعد از جنگ و بعد از جنگ داخلی اقتصاد روسیه دچار شده که سقوط کرده بود به مثلا 20 سال قبل از انقلاب اکتبر وضعیت اقتصادی. بنابراین اینا خب اجازه نداد. و یکم به هر حال سطح فرهنگی خود پرولتاریای روسیه که نداشت آنقدر نیرو که بتونه این کار رو انجام بده، یعنی پیشرو کارگری در واقع خودش رو جذب دولت، خودش بعدها تبدیل شد به همین بوروکرات هایی که بعد قدرت رو گرفتن، یعنی خود پرولتاریا هم حذف شد توی این دولت موجود، توی این آپاراتوس موجود که حالا با یه تغییراتی بسیار شده، مثلا دولت کارگری سرانش عوض شده، اینش عوض شده، اونش عوض شده، شده پس بنابراین جزئی از آپاراتوس دولت کارگری. ولی به نظر من این نکته خیلی مهمیه، اونم اینه که حتی بعد از انقلاب تأسیس دولت کارگری اولین امری است که در مقابل انقلاب قرار داره، یعنی اینم باید آگاهانه انجام بشه، چون این دولت وجود نداره و دولت کارگری مثل دولت‌های طبقات حاکم ما قبل از پرولتاریا نیست، یعنی نمیخواد دولت موجود رو برداره اصلاح کنه همون حاکمیت طبقاتی رو حفظ کنه، اولین دولتیش که دولت اکثریت جامعه است، دولتیش که به قول مارکس از همون روز اول باید خودش رو مضمحل کنه، از همون روز اول باید خودش رو به تدریج پژمرده کنه، چون میخواد طبقات اصلا از بین ببره. بنابراین یه دولتیش که خیلی فرق داره با این دولت، این نمیتونی ورداری وزارت دادگستری موجود ورداری یه ذره سر و تهش رو بزنی بگی آه این حالا خوب شد، یا مثلا همون بوروکرات های سابق و ورداری بیاری حالا بگی شما بچرخونین این خب مثلا ما حالا بهشون برنامه میدیم این مثلا بهتر شد. یعنی مثلا ما که میگفتیم این دولت کارگری منحته، تروسکی و
بعد از جنگ جهانی دوم جریانات تروسکیستی که اینو میگفتن، واقعیت ماجرا اینه که اشاره به چی میکردیم؟ میگفتیم به هر حال هنوز بورژوازی قدرت رو نگرفته، به هر حال هنوز برنامه ریزی هست در این اقتصاد، بنابراین یه سری دستاوردهای انقلاب اکتبر هنوز حفظ شده. ولی اتفاق کاری که پیکتین به خوبی بهتر از همه کسانی که من دیدم انجام داده، اینکه نشون داره بگیم برنامه ریزی چقدر قلابیه. برنامه ریزی هست، ولی اتفاقا یکی از مسببهای بدبختی اقتصاد شوروی همین برنامه ریزیه. چون برنامه ریزی یعنی چی؟ برنامه ریزی اگه بوروکراسی بخواد انجام بده تا طبقه کارگر بخواد انجام بده، کاملا دو تا چیز متفاوته. ما میدونیم مارکس به اصطلاح این روی قضیه به اصطلاح خیلی به نظرم نکته مهمیه، میگه انگیزه رشد در دوره انتقال چیه؟ میخوای انتقال کنی از سرمایه داری به سوسیالیسم، کاهش ساعات کار دیگه. دیگه انگیزه رشد اقتصادی که نمیتونه سود باشه، بنابراین چی میتونه باشه؟ برای اینکه رشد در ضمن توش باشه، یعنی باروری کار هی بالاتر بره توش، یعنی هی تکنولوژی پیشرفته تر بشه، هی بتونی به صلاح با نیروی کار کمتری همون چیزهای قبلی رو تولید کنی. این پروسه محتاجی انگیزه است دیگه. انگیزه سوده که کنار بذاریم، چه انگیزه میتونه باشه جز کاهش ساعات کار؟ بوروکراسی کجا زی نفعه از اینکه ساعات کار رو کاهش بده؟ میبینیم دیگه در دوره استالین میگفتن قهرمان پرولتاریا اینی که مثلا چون 12 ساعت در روز کار کرده، یعنی یک جوری از کارگرها به صلاح کار کشیدن توی با همین برنامه ریزی اقتصادی بوروکراتیک که در واقع سرمایداری هرگز این بلا رو سرشون نیاورده بود. این ایلینیشنی که میگین این پشتش اینه، این کارگریش نقشی در این برنامه ریزی ندارن. دولت کارگری هم بدون برنامه ریزی کارگری اصلا بیمعنا میشه دیگه، چون سوسیالیسم چیزی نیست که وجود داره اونجا، حالا قدرت تو میگیری، موانع رو از سر راهت ور میداری، خب این سوسیالیسم برای خوش پیشرفت میکنه. بعد از نو بسازی، بعد همه چی رو از نو از صفر بسازی، یعنی تو دوره انتقال اتفاقا اقتصاد نیست که به اون معنا نقش کلیدی رو داره، بلکه سیاسته. سیاست اون قدرت دولتی چیه برای این انتقال؟ اگه اون سیاست غلط باشه، خب انتقالی هم صورت نمیگیره دیگه. به همین خاطر دولت کارگری به نظر من مفهوم کلیدیست اینجا. و اینکه چرا ما یه مقدار این رو دقیق تر بررسی کنیم که در واقع در انقلاب اکتبر، حتی اگر قبول کنیم، میگم خیلی سر همینش هم بحث دارن، ولی حداقل من یکی ندارم، میدونم شما هم ندارید، اونم این که نه واقعا پرولتاریا قدرت رو گرفت، اکثریت پرولتاریا قیام کرد و قدرت رو گرفت به رهبری حزب بلشوی و قدرت رو گرفت و تا سالها همین شوراها عمل میکردن. ما یادمونه دیگه زمان جنگ صلح برسلیتوفسک، شورای پتروگراد علیه موضع بلشویکا رأی داد. موضع بلشویکا این بود، لنین هم پشتش بود، اکثریت مثل بلشویکا و کمیته مرکزی رأی داد بریم صلح کنیم با آلمان دیگه. شورای پتروگراد گفت نه، این شعار خوبی نیست، اینو ما قبول نداریم. مجبور شدن عاقبت رضایت بدن به شعار وسط دیگه، شعار تروسکی که میگفت نه جنگ نه صلح. تا حالا برو این شعار رو جلو ببر ببینیم چی میشه، که البته بگذاریم نتایج وخیم میداد، عاقبت برگشتن به همون شعار لنین، صلح با آلمان. الان ما در موقعیتی نیستیم که وارد جنگ بشیم، هر جور شده سریع یه صلحی رو امضا کنین و به صلاح عقب نشینی کنین از این ماجر. این بود دیگه موضع پرگماتیکی که اون موقع بلشویکا گرفتن. ولی میگم شورا اون موقع مخالفت کرد و جلوی اجرای سیاست رو گرفتن، یعنی حتی تا 2 سال بعد از انقلاب هنوز شوراها واقعا قدرت داشتن و قدرت خودشون هم نشون میدادن. ولی بلشویک‌ها، حالا میگفتم یه مقدار از روی ناتوانی های تئوریکی که در اون موقع وجود داشت اصولا تو کل جنبش چپ، یه مقدار به خاطر دلایل تاریخی و وقایع تاریخی که رخ داد، یه مقدار به خاطر شرایط خود روسیه، خب نتونستن. ولی این مشکل اصلی است، یعنی مشکل اصلی اینه که
اون قدرت انقلابی بعد از انقلاب نتونست در واقع دولت کارگری رو تأسیس کنه. تمام مشکلات ما از اینجا شروع میشه و چون نتونست این دولت کارگری رو تأسیس کنه، عاقبت بوروکراسی همه چی رو گرفت دستش دیگه. بوروکراسی هم حالا خود حزب اصلا شده عامل شغل دادن به بوروکراسی دیگه، برای که حزب آنقدر با دولت مخلوط شده، با دستگاه های قدرت مخلوط شده، عملا شما میخوای شغل خوب بگیری در دولت باید بری عضو حزب بلشویک بشی. حزب بلشویک خودش شده حزب کاریابی برای بوروکرات ها، برای سران دولت قدیم. یعنی هر کی که میخواد یه کار خوب بگیره میرفت یه جوری با آپاراتوس حزبی لاس میزد و میساخت و امتیاز میداد و حتی عضو میشد که بره فلان مقام رو بگیره. در اینچه بلشویک ها نتونستن این دولت کارگری رو تأسیس بدن. مشکل ما از اینجا شروع میشه و به نظر من این اشکال این و اینو به اشکال مختلف میبینیم دیگه، چون همیشه یه چیزی اینجا هست که ما باید ازش دفاع کنیم. چون درست خرط و خر شده، بوروکراسی اومده گرفته، فلان کرده، بهمان کرده، همه اینا رو قبول داریم، ولی دولت کارگری هنوز از بین نرفته. خب این بحث به نظر من یکی از حداقل ریشه، یکی از انحرافات خود منم دقیقا همین بود. من تا مثلا 1980 82 83 هنوز اعتقاد داشتم شوروی دولت کارگری منحت و موضوعهای مندل رو دنبال میکردم. از اون موقع به تدریج به بعد نه، اتفاقا یکی از کسانی هم که چشانه من رو باز کرد نوشته های هیلل تیکتین بود که واقعیت این چیزی که ما بهش میگیم دولت کارگری تشریح کرد. یعنی نشون داد واقعا این برنامه ریزی که میگین هی باید ازش دفاع کرد، این برنامه ریزی چیه؟ خلاصه این یکی از نکته هاست به نظر من در رابطه با ماجرای دولت میشه گفت. یه نکته دیگه هم دارم، اونم شاید ربط نباشه به همین قضیه، اونم مسئله خود مفهوم انتقاله. ما مهم این وارد دوره انتقالی شدیم، این انتقال تو چیه؟ یعنی تو اقتصاد خودش چه جوری نشون میده؟ یعنی چیه این دوره انتقال؟ صرف این که مثلا ما گفتیم از بورژوازی خلعیت کردیم، نمیدونم برنامه ریختیم، آیا این میشود انتقال؟ آیا این میشود یه اقتصاد انتقالی؟ نه، همینی که امثال تروسکی، امثال لنین، امثال به صلاح حتی منتقدین اون موقع دولت شوروی هنوز اصرار داشتن، جامعه شوروی جامعه انتقالی است. نه نیست. کجاش انتقالیه؟ جامعه انتقالی خودش اولا اگر قدرت دست طبقه کارگر نباشه، اگر انگیزه حرکت کاهش ساعات کار نباشه، نه قدرت انتقالی جامعه انتقالی نیست. ممکنه حالا یه شباهت هایی به یه چیزایی داشته باشه، ولی باید بررسی که این دلیل شباهت ها چیه، نه اینکه به خاطر این شباهت ها یعنی ماهیت قضیه رو نفهمید. نکته دومی که من قبول ندارم اتفاقا دقیقا همینه که همینجوری تئوریایی که داده میشه سر اینکه به چه جامعه‌ای میشه گفت جامعه انتقالی، به نظر من خیلی آبکیان، خیلی به صورت سطحی و شلوغه. یعنی اینم یکی از نکاتی است که باید بررسی کنیم. حالا این از جوانب خیلی مختلفی مطرح میشه، مثلا یکی رابطه بازار و برنامه ریزیه، یکی از این زاویه است. این توی مثلا اگر بازار نباشه مثلا این انتقالی تره. نه، کی همچین حرفی رو زده؟ یعنی خود این چون تو به هر حال باید با بازار جهانی که مبادله کنی، در به خصوص تو دنیایی که امروزه سهم تبادل با بازار جهانی ممکنه خیلی بزرگتر باشه تا سهم تولید داخلی، این سهم بزرگی رو که تو باید با جهان مراوده کنی چجوری میشه از معادلات حذف کرد؟ یعنی یه اقتصادی که حالا قدرت کارگری اومده سر کار، داره آپاراتوس های دولت کارگری رو میسازه، ولی هنوز باید با بازار جهانی مبادله کنه. خب این مبادله چجوری باید انجام بشه؟ خود این مبادله چه ربطی به اقتصاد داخلی داره؟ اینا باید بررسی شه. به صرف این که ما برنامه ریزی میکنیم همه چی رو،
ما میگفتیم که بله انحصار تجارت خارجی برنامه ریزی. خب انحصار تجارت خارجی برنامه ریزی مگه دولت شوروی غیر از این بود؟ همین کار دقیقا داشت میکرد دیگه. خب این چه شباهتی به جامعه انتقالی داشت؟ هیچ شباهتی به جای نه تنها به طرف جلو نرفت، به طرف عقب رفت، همون جوری که دیدی در یه سری حوزه های نظامی عین الان جمهوری اسلامی اقتصاد اینجوری بوروکراتیک از بالا به صورت دستور بدیم، نتیجهش میشه همین دیگه. بعد از لحاظ نظامی ما الان موشک هم میسازیم، بلدیم، مثلا موشک هم یاد گرفتیم میسازیم، ولی هنوز یه سوزن بلد نیستیم تولید کنیم به قیمتی که بشه خرید، یعنی به جایی که مجبور شی بریم فرزن از چین بخریم بتونی خودت ارزونتر تولید کنی. یعنی حتی این کار رو نمیتونیم بکنیم، ولی خب موشک میتونیم بسازیم. روسیه هم همینطور بود، انقدر به صلاح تمرکز روی بخش نظامی شده بود به خاطر حفظ این قدرت که در واقع تنها پیشرفتی هم که اگه جایی صورت میگرفت تو همه حوزه نظامی بود فقط، ولی بقیه جاها به عقب برگشته. در خود این جوانب دیگه هم داره، مثلا همین دولتی کردن افتخار همه این بود دیگه. استالین مگه 36 نگفت چون ما نمیدونم 96% صنایع روسیه رو الان دولتی کردیم پس دیگه رسیدیم به سوسیالیسم؟ در که ما میدونیم دولتی کردن عاقبت آره ممکنه قدم اول برای سوسیالیستی کردن باشه، بلکه از بورژوازی میگیری باید یه کسی بگیره دستش از نظر حقوقی دیگه، اونم مفقا میتونه دولت باشه دیگه، درست، ولی اون تا تبدیلش به مالکیت اجتماعی خیلی فرق داره. اون طبقه کارگر نیاد کنترل برنامه ریزی رو دستش بگیره، این تبدیل صورت نخواهد گرفت. بنابراین به خودی خود چون قدرت رو گرفتی، چون برنامه ریزی کردی، چون خلعیت کردی، مالکیت خصوصی رو از بین بردی، به هیچ وجه شما رو جامعه انتقالی نمی کنی. اصولا نه. باز دوباره اینجوری بگم، چرا باید حتما همه چی رو دولتی کرد؟ خود همین دولتی کردن بی رویه چه ضربه هایی به اقتصاد شوروی زد زمان جنگ داخلی، اینو دیگه هر مغازه ایرم رفتن دولتی کردن. خود همین دولتی کردن واحدهای کوچیک باعث شد که اصلا بوروکراسی گنده تر هم بشه از قبل. واحدهای کوچیک رو دیگه نمیشه دولتی کرد که، دولتی بیه یه بوروکراسی باید بذاری که اینا اداره کنه که به مراتب اینفیشنت تر از همون مالکیت خصوصی که قبلش اونجا بود. یعنی از هیچ لحاظی صرف نمیکنه. ما بیشتر دولت کارگری تمرکزش رو کنترل کارگریه، یعنی تو این که عاقبت در اون برنامه ریزی حق وتو با منه، حق وتویی هست برای اینکه بریم به طرف این انتقال به سوسیالیسم. خلاصه میخوام بگم همین یکی کنسپت دولت کارگری، یکی کنسپت جامعه انتقالی. بعد از این بحثای به اصطلاح شوروی سر والا چه اپوزیسیون چپش، چه اون موقع اپوزیسیون کارگریش که تز سرمایه داری دولتیش هم از اونجا اومد بیرون، یا بعد تونی کلیف یه ورژن به نظر من بچگانش رو برداشت و به اصطلاح مطرح کرد، اتفاقا ورشن به اصطلاح اپوزیسیون کارگری داخل خود حزب بلشوی خیلی سافیستیکیت تر بود موضعی سر سرمایه داری دولتی. دقیقا از اینجا هر دوتاشون به اصطلاح دلیلی که نمیتونن قضیه رو درست ببینن، یکی از دلایل تئوری درسته بالاخره، نمی از سیاست ربطش رو جدا کنی، سیاست تا وارد تئوری نشه خب تئوری هیچ معنی آبستره فقط داره، هیچ معنی مشخصی نمیتونه به خودش بگیره، ولی خب یه منطقی هم خودش داره دیگه، تئوری هم یه منطق مفاهیمی داره که اونها هم نفهمی وارد سیاست هم که بکنیش باز هیچ نتیجه ای نمیگیری. به همین خاطر به نظرم این جنبه مفاهیمی هم خیلی مهمه که ما این درس رو بگیریم از ماجرای تجربه شوروی و این بحثایی که سر این ماهیت صدای شوروی تو بوده. برای من قطع شد. نمیدونم برای بقیه دوستانم قطع شد. یاسمن عزیز شما نه میشنوید؟ صدا خوبه، فکر کنم مشکل شماست. مشکل یاسمن، مشکل سیامک. به هر حال من تموم میکنم. حالا که صدا برای تو نمیاد،
اینو به فال این میگیرم که زیادی حرف زدم. به هر حال ممنون باز یاسمن جان، فقط خواستم دو تا نکته اضافه کنم به حرفایی که خودت هم زدی. من فقط بسا چی میگن جنبه، خواستم تئوریکش رو تاکید کنم. مرسی از لطف رفقا که گوش کرد. من میکروفون میدم، کسی میخواد سیامک جان میخوای صحبت کنی بفرم. ببخشید من یه دفعه مال خود چیزم خراب شده، تلفن ستم از بین، معذرت. آره مرسی، خیلی ممنون افیاسا. منم یه سوالی داشتم و اون سوالم بیشتر در مورد یه جوری وصل کردن این تئوریا با زمان حال، که آیا در واقع کاری داره انجام میشه یا خبر دارید که مثلا کسایی بیان با توجه به اهمیت این مسئله شوروی و نظام رژیم قدیمی شوروی و تأثیری که روی خب اعتبار سوسیالیسم به نظر من گذاشته بانیم، خب حتما اینجا خیلی فکر کنم با من هم عقیده باشن که گذاشته دیگه مثلا و هنوزم داره ادامه پیدا میکنه. من مثلا فکر میکردم بعد از اون فروپاشی جورایی این مسائل میره به کنار، بعد مثلا خب نسل جهانتر اینا رو نمیشنون و ولی خب با توجه به مثلا بودن دسترسی بینیدم به اینترنت و بعد یه سری تبلیغات خب گروه های به خصوص مثلا دست دست کردن، این مسئله هنوز خیلی چیزی که من دارم هنوز اهمیت داره. خیلی هنوزم وقتی حرف از سوسیالیزه هست، تنها چیزی که مثلا رجوع میکنن همین خب تجربه ای که خب تو همین شوروی شده. میخواستم ببینم که این آیا مثلا خود حتی مثلا نشریه کریتیک آیا کارایی شده یا در فکر این هست که مثلا یه ذره این تئوری ها رو عمومی بکنه، به رفت بده به مثلا مسائلی که اینجا هست. یکیش هم که خواهم هم مسئله مثلا هم تراب عزیز مطرح کردن دیگه، مثلا خب مثلا چه نوع مثلا استراتژی هایی مثلا ممکنه یه کشور یه دفعه ممکنه واقعا یعنی دور از چیز نیست که دفعه فکر کنیم مثلا همین چند سال دیگه مثلا تو شیلی یا آفریقای جنوبی یه دفعه چیزی بشه و باز مثلا طبقه کارگر بتونه قدرت یه جوری بگیره و خب این در برابر این بازار جهانی و چیزهایی که مثلا تو را میگفت مبادله، بعد چه نوع مثلا مثلا استراتژیهایی داشته باشه و چه درسایی که یه ذره خب به صورت حالت ساده تر بیان شده و میتونه آدم مثلا منتقل کنه. سوالم نمیدونم متوجه شدین یا سعی میکنم ببخشید. قبلش یکی دو نکته ادامه حرفای تراب میخواستم یکی دو کلمه بگم. به نتایج سیاسی این مسئله دولت کارگری منحط نه فقط ما تو ایران دیدیم بلکه جاهای دیگه هم بود. این بحث به این صورت مطرح میشد، حداقل نه برای همه مدافعان مندر بلکه برای عده ای از اونها، و بستگی داشت از کدوم سابقه تاریخی میان، با کدوم جناح، با کدوم اگه بخواید فکشن درون بین الملل چهار این نظر رو دارن. ولی این بحث این طور مطرح میشد که مثلا در رابطه با پدیده ای مثل انقلاب ایران ما یه دولت کارگری منحط داریم یا امپریالیزم امریکا. خب اگه ایران از امریکا جدا بشه، حالا ولو به این کمپ دولت کارگری منحط نپیونده، ولی در حقیقت نزدیک بشه، حالا به نوعی بهتر باشه با این،
خب این مترقیه و در نتیجه باید از این حکومت دفاع کرد. این فقط راجع به ایران نبودان، در موارد بیشماری این بحث مطرح شد و در نتیجه نتایج عملی داشت. همکاری با دولت سرکوبگر یا نه، همکاری با پذیرش جبهه متحد ضد دیکتاتوری با جناحهای غیر کارگری، با جناحهای بورژوایی، برای اینکه دولت ملی یا دولت نظامی ملی مثلا در مصر یا دولت بعث در عراق وارد این مرحله میشه که نزدیکتر به دولت کارگری منحط تا به امپریز، یعنی عواقبش بیشماره و نمیشه کم اهمیت داد به ضربه هایی که این بحث به نظر من در جاهای مختلف زد. ولی میگم در هر صورت الان هم ما میبینیم این رو. ببینید اونهایی که حالا همشون رو نمیشه، ولی اونهایی که همچنان پیگیرن روی مسئله دولت کارگری منحط به نوعی شدن مدافعان، ولو خجول، اکثرا خجول، ولی مدافعان خجول پوتین و روسیه کنیم. تمام نگرانیشون اینه که فقط به هر چی راجع به روسیه گفته میشه تبلیغات غرب، البته که تبلیغات غرب هست، ولی از این دولت ارتجایی سرکوبگر هم نباید کسی دفاع بکنه. بدترش اینه که چون پوتین یه ارتباطی با کاگبه و دوره سرکوب بخش سرکوبگر کاگبه داره، ما اینو گسترشش بدیم به اینکه پس حالا هر غلطی که میکنه قابل دفاع و وحشتناکه به نظر من. و جالب اینه که شما میبینید این رو در جناحهای مختلفی از جنبش توسلیستی. در رابطه با اینه که آیا کاری الان انجام میشه، ببینید متاسفانه کارهای تحقیقی دانشگاهی تحت تأثیر جبهه‌های موجود هم هست و تحت تأثیر امکانات مالی که در اختیار بخش‌های مختلف تحقیق قرار می‌گیرم هست. الان برای این چیزا اصلا کسی نمیتونه، مگر اینکه حاضر باشه وقت خودش رو بذاره، پول خودش رو بذاره، کار خودش رو بکنه. مراکز تحقیقی در این رابطه خیلی کمه، هستن ولی بسیار محدودن و در نتیجه کاری که داره روی میشه هست. و برای کریتیک هر چند وقت یه بار مقاله راجع به مخصوصا بازگشت به دوره استالین که به نظر من بسیار مهمه، یا در مواردی بررسی اون چه تراب بهش اشاره کرد، مسائل دو سالهای اول 1917 تا 21، چون به نظر من باید اونها رو هم ریشه یابی کرد، دید کجا شروع مشکل بوده. اینی که این درس های انقلاب اکتبرچی خیلی فراوانه و نمیشه وارد شد، ولی یک چیز مسجله و اونم اینه که مثلا انقلاب بشه در یک کشوری، ولو اون کشور نگیم حتی کشوری مثل افریقای جنوبی یا برزیل یا جای دیگه، گیریم یکی از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری درش معجزه‌ای بشه و انقلاب سوسیالیستی بشه. اگر این انقلاب جهانی نباشه، بین‌المللی نباشه، اگر متحدان بین‌المللی برای این حرکت وجود نداشته باشه، به نظر من شکست حتمیه. من یه جایی فکر کنم تو از یه دیگه داشتیم صحبت میکردیم، گفتم بریتانیاش نمیتونه بیش از 2 هفته تحمل کنه تحریم های نظام اقتصادی سرمایه‌دار رو اگه روزی برسه به سوسیال. در نتیجه یکی از نکاتی که حتما کلیدی بوده، محوری بوده در رابطه با شکست انقلاب تو، عدم و خود منین بهش اشاره میکنه، عدم پیروزی انقلاب در آلمانه که تاثیر خودش رو میگذاره. و در حقیقت این یه جنبه قضیه است، ولی طبعا مسئله که مطرح شد و مسئله این تفاوت بین دولت کارگری و قدرت رسیدن طبقه کارگر، یه چیزی که روش خیلی کم کار شده. همه فکر میکنن
انقلاب میشه، طبقه کارگر به دولت به قدرت میرسه، همه چی هم میشه. نه، این تازه شروع کاره. و درس های انقلاب اکتبر اینه که چه چیزهایی رو باید انجام، بعضی رو باید انجام داد، ولی چه کارهایی رو نباید کرد. و شاید یکی از نطفه‌ای ترین و پایه‌ای ترین قضایا جلوگیری از حق دموکراتیک در درون حزب باشه، حق شکلگیری فراکسیون ها، حق شکلگیری بحث های دموکراتیک در درون حزب. چون هر جایی که نگاه میکنید این روندی که این گذاشته روندی غیر قابل پیش بینی، قابل پیش بینی بوده. یعنی از یکیش میرسه به یکی دیگه، بلافاصله بعد از اون هر کسی با حزب مخالفت کنه حتما مدافع نظام سرمایه‌داری جهانی، حتما بخشی از روزهای سفیده، پس باید کشته بشه. این کشته ها اول ده ها، بعد صد ها، بعد هزاران، و این پایان نداره تا آخرین روز سرنگونی. حالا اگر همه رو دیگه نمی کشتن، ولی فرستادن به کولاک ها، دستگیری های گسترده غیر در دستور کار بوده. و این خودش مشکلات خاص خودش رو به وجود آورده. من فکر میکنم یکی از مشکلات دیگه، برای اینکه کار تحقیقی زیادی روی این مسئله ما نمیدونیم، اینه که به طور کلی تحقیقهای کنونی چپ تأکیدش بر مسائل بسیار ناآشناس. شما اگه بخواید دکترا بنویسید یا اگه بخواید پیش برید، مارکسیستید ولی میخواید در سطح دانشگاه باید پیش برید، باید یک کاری بکنید که کس دیگه انجام نداده و نوع. و برای اینه که ما شاهد گسترش مثلا تحقیق در رابطه با یک نفری هستیم که تا وقتی مقاله میرسه من که سهل بقیه تحریریه کریتیک هم اسمشو نشنیدم. نمیدونم اگر به کنفرانس های نشریه ماتریالیزم تاریخی historical materialism رفته باشید در انگلیس، میبینید که مثلا 20 جلسه است راجع به اینی که فلان آدمی که هیچ کس اسمش رو هم نشنیده راجع به بادیو چی گفته. نمیگم این بحث ها جالب نیست، ولی این بحث ها حاشیه‌ای آکادمی که نتیجه نمیده، ممکنه شما رو، و بی خطره، به نوعی بی خطره. چون آره، اگه راجع به این روزها راجع به اسرائیل و غزه بنویسید فوری تبدیل محکوم میشید به یهودی ستیزی، مگر اینکه آدم خیلی مشهور باشید بتونید حفظ کنید موقعتون. اگر نه، خیلی از این کارها تبدیل شده به مقاله هایی که میگم وارد جزئیاتی میشه که نتیجه برای آینده انقلاب نداره. باید کسانی که فعال سیاسی هستند، کسانی که علاقه دارن به این مسائل، این کار رو ادامه بدن. و ما همیشه سعی میکنیم در نشریه کریتیک، چون پیر ریویو، یعنی باید حتما بفرستیم برای اینکه دو نفر آکادمی که شناخته شده تایید کنن مقاله رو، ولی همیشه سعی میکنیم از دوروبری های خودمون اقلا یکی دو مقاله سیاسی تر بیاریم که این توازن بین کار آکادمیک مارکسیستی که گاهی در فضای دور از واقعیات و یک سری بحث های زمینی تر همراه بشه. ببخشید طولانی شد. من خواهد اتفاقا متشکر رفیق یاسمن. میبینم رفیقون فرامرز دستش بالاست. رفیق فرامرز بفرمایید. در ضمن سوالم تو نوشته است، بعد از رفیق فرامرز رو مطرح خواهم کرد. رفیق فرامرز، خودتون رو آن میوت کنید دیگه، اگر میخواهید بفرمایید سوالتون رو مطرح یا بحثتون رو مطرح. اوکی، امیدوارم صدا بیاد. خیلی ممنون، صحبت خیلی جالبی هست. من بخشی از صحبت ها رو شنیدم. در واقع سوال من هم به نوعی در ادامه سوال رفیق قبلی هست که در واقع استراتژی چی هست، ولی با صحبت هایی که الان
رفیقمون یاسمن کرد، خب تا اندازه به نظر میرسه که حداقل من نشیدم و ندیدم تحقیقات جدی در رابطه با اینکه بعد از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در جامعه اون دولت کارگری، همچون رفیق تراب میگه، نه لزوما حکومت یا رژیم سیاسی کارگری در اول انقلاب، دولت کارگری که به نظر میرسه دستگاه قضایی و به نوعی مقننه، حالا نه لزوما پارلمان، ولی به حال بدنه ها و تجمع هایی که نمایندگان کارگران و خود کارگران و طبقات زحمتکش بتونن در اون بدنه یا در اون تجمع یا در اون ظرف نشست داشته باشن و تصمیمات سیاسی استراتژیک بگیرن. به نوعی اینها خب الان ناروشنی درش هست و اگر این صحبت رفیق یاسمن که انقلاب سوسیالیستی صرفا در یه جامعه به تنهایی پیروز نخواهد شد هم که متاسفانه مقداری نومید کننده است، یعنی پس یه استراتژی جهانی باید در میان جنبش چپ جهانی وجود داشته باشه که اگرم تحولات رادیکال سوسیالیستی میخواد انجام بگیره به نوعی همگیر باشه و در یک سری از کشورهای پیشرفته جهانی همزمان یا در مثلا طی یک سال انجام بگیره، که من اصلا روی مسئله فکر نکرده بودم و در آینده جلساتی در این ارتباط باشه من حتما علاقمندم بیام گوش کنم یاد بگیرم. منتها در رابطه با اون، این که اگه در یه جامعه، حالا این جامعه نسبتا عقب مونده تر یا پیشرفته سرمایه‌داری، فرض رو بر این بگیریم در یکی از کشورهای اروپایی یه انقلاب سوسیالیستی به رهبری جنبش کارگری، اونم نه یک حزب فقط کمونیسم، حالا جنبش کارگری میتونه سازمان و احزاب کمونیست رو هم داشته باشه که در رهبری دخالت بکنن، اگر به وجود بیاد چگونه میشه این رژیم سیاسی کارگری رو که در ابتدا به وجود میاد و اون دولت کارگری تمام عیار که رفیقمون میگه به اون در واقع تبدیل بشه و به نوعی خب پیشرفت سوسیالیستی حتی در جامعه که قدرت سیاسی رو کار هستن فقط رشد مولده و رشد تولیدات و صنایع و کشاورزی هم نیست دیگه، در همه حیطه‌های اجتماعی فرهنگی هم باعث این رشد وجود داشته باشه. نقش شوراها در این مقطع چی هست؟ اونها چگونه میتونن موازات یک سری از این ظرف‌های کارگری در شؤونات مملکتی دخالت سراسری و محلی داشته باشن؟ اینکه بخشی از چپ رادیکال ما الان در ایران همش صحبت از این میکنه انقلاب تو و بر استقرار نظام شورایی، خب همین سادگی هم نخواهد بود دیگه. اگه انقلاب سوسیالیستی مثلا در ایران یا هر جایی صورت بگیره و یک سری شورای کارگری و کلا شورای اجتماعی به وجود بیان، آیا این به تنهایی خودش اون دولت کارگری که بایستی به تمامی مسائل جامعه بپردازه رو در بر خواهد گرفت؟ حال من این سوال نکتوار رو مطرح کردم، از صحبت شما بسیار استفاده کردم، سوالات زیادی هم اتفاقا به وجود اومده، در آینده حتما اگر فرصت شد جلسات شما حتما شرکت میکنم که یاد بگیرم. خیلی ممنون، مرسی. اوکی، من سعی میکنم به برخی، نمیتونم به همه شاید، ولی سعی میکنم به برخی از اینها اشاره بکنم. ببینید، یکی از بعضی ها دارن کار میکنن روی این مسئله اصطلاح اینی که به قدرت رسیدن طبقه کارگر چجوری باید میتونه این انتقال به قدرت کار، دولت کارگری رو به وجود بیاره. یکی از کسایی که نوشتش حداقل گویا در جوانان در ایالات متحده هوادار زیاد داره، الزامن همه چیزایی که میگه رو من موافق نیستم، ولی کتابی داره به اسم استراتژی انقلابی، مایک مکنره، که شاید ما برای جلسه دیگه دعوت کنیم. او اینجوری که او میگه زمینه این دولت کارگری در حزبی است که میخواد به قدرت برسه،
یعنی سیاست ها قبل از انقلاب که تعیین کننده است و تاکیدش از جنبه هایی بر دموکراسی در درون این حزب، حق تفاوت ها، حق گرایش، حق اعلام موضع در حد گرایش، و بعد برنامه های اقتصادی که باید قبل فکر کرد و ساده اندیشی علیه اونها رو زیر سوال میبره. و یکی از نکات مهم در این رابطه که فکر کنم خیلی از چپ ایران همچنان روش مشکل داره اینه که نیابتی یه حزب یا یه گروه، یا حالا 20 نفر باشه یا 500 نفر باشه، نیابتی نمیتونه دولت کارگری تشکیل بده، واقعا باید از پایین باشه، از زمینه باشه غیره. و یه اشکال دیگه ای که میبینه دقیقا در همین سطحی نگرفتن اینی که شورا میزنیم، شورا همه مسائل را حل میکنه. فکر میکنم تراب مفصل راجع به شوراها گفته، هم در متن شوراها و هم در طرح مشکلاتی که میتونه شورا داشته باشه. شما اگر شورای غیر همه طبقاتی داشته باشید، خب همه بحران های جامعه رو با خودتون میارید تو اون شورا و در نتیجه ارگان های سیاسی دیگه هم لازمه برای این قدرتگیری نظام سیاسی جدید و استقرار دموکراتیک یک نظام سیاسی اقتصادی جدید. در نتیجه اینا همه با هم باید جلو بره. میگم استراتژی انقلابی مدافعان سرسختی در ایالات متحده داره. جالبه در انگلیس که درس میده، در آکسفورد که درس میده، خیلی کم شناخته شده است و مدافعان زیادی نداره، ولی شاید از نوشته هایی که با دید انتقادی البته باید خوند. ببینید مسئله، من نمیخوام بگم که باید صبر کنیم همه دنیا سوسیالیست بشه تا بعد بشه انقلاب کرد. نه، طبیعی است که انقلاب ها محلی تر صورت میگیره، ولی مثلا در رابطه با بریتانیا خیلی مطرح میکردن و همچنان مطرح میکنن که برای اینکه یه انقلابی در بریتانیا آینده ای داشته باشه، باید در سطح حداقل بخشی از اروپا یا کل اروپا باشیم. اون وقت این واحد اقتصادی سیاسی میتونه تحریم، برخی تحریم ها رو تحمل کنه، میتونه در برابر مثلا ایالات متحده که میخواد زور آزمایی بکنه علیهش وایسه، و در نتیجه خیلی اگه بخواید بس منطقی تره تا اینکه بگیم صبر کنیم همه جا انقلاب بشه غیره. و این مسئله وجود داره که انقلاب میاره، انقلاب روسیه، انقلاب آلمان برای انقلاب آلمان تعیین کننده بود، ولی نتونست به دلایل مختلفی به پیروزی برسه انقلاب در آلمان. شکی نیست که انقلاب پرولتری در یکی از کشورهای خاورمیانه تعیین کننده است برای خیلی کشورهای دورش، هیچ شکی نیست، ولی زمینه اگه بخواید اقتصادی برای کشورهای جهان کره جنوبی، میگن جهان سوم، کشورهای در حال توسعه، کار مشکل تریه و باید واقع بین بود. در رابطه با من فکر کنم یه چیزی رو یادم افتاده اینجا. در رابطه با پیش شرط ها، من فکر نمی کنم که کافی باشه ما بگیم اگه بخواید شکل گیری ارگان های جدید الزاماً با این گذشته پیچیده و روز به روز بدتر شده سیاسی اقتصادی خط و خط کشی خواهد کرد. برای اینه که مبارزه برای این مسئله از امروز شروع میشه. مبارزه برای قدرت کارگری باید از روز
و مشخصا بر مبارزه برای دستیابی به نظام سیاسی اقتصادی گوناگون باید یک خانه تکانی اساسی داشته باشه. وقتی شما بیاید بگید که خب اگه به مشکل برخورد کردیم بازار رو هم میاریم، اگه مشکل پیش اومد برخی قوانین سرمایه‌داری رو ازش کمک میگیریم، اگر مشکلی پیش آمد ردبندی طبقاتی رو برمیگردونیم، اگر نتونستیم به اهداف طرح اقتصادیمون برنامه اقتصادیمون برسیم ردبندی ایجاد میکنیم. ردبندی مثلا میگیم متخصصا به اصطلاح یه رده بالاتری هن، حقوق بیشتر دارن، یا اگه حقوق بیشتر ندارن مزایای بهتر دارن، خونه بهتر میتونن بگیرن، جای بهتر میتونن بمونن غیره. شما دارید عملا در جامعه جدید طبقات جدیدی را ایجاد میکنید، یعنی خود به خود دارید بازسازی میکنید، حالا این نظام سرمایه‌داری نیست ولی بازسازی میکنید نوعی ردبندی طبقاتی رو، و این دقیقا کاریست که در شوروی صورت گرفت. هنرمندان، موسیقیدانان، ریاضیدانان، بخش فضایی غیره، اینها جدا شدن، جدا کردند اینها رو از بقیه نیروی کار، و تو خود نیروی کار یه ردبندی جدید ایجاد کردند. مثلا کارگران بخش صنعتی پیشرفته، کارگران بخش صنعتی که به امور فضایی کمک میکنند در رده بالاتری قرار میگیرند تا یکی دیگه. یعنی نظام سرمایه‌داری رو حالا با ردبندی های بیشتری، شاید چون الان میگن در سرمایه داریم ما 99% و 1% داریم، ولی اینا مثلا 20% این وسط ردبندی جدید و طبقاتی ایجاد کردن. و علت یکی از عللش این بود که این برنامه های اقتصادی که طرح‌ریزی میکردن برای پیش با یه درک سرمایه داری از این که پیشرفت چیه، پیشرفت اقتصادی چیه، نظام اقتصادی کجا میره صورت گرفت، که فکر میکنم همگیش عواقب خاص خودشون. مرسی یاسمن عزیز. اتفاقا یه سوالی هم که گفتم در تکساس تا اندازه در همین ارتباط بود که شما اول این بحثتون اشاره کردید. من این سوالم خدمتون میکنم. سوال از رفیقی است به اسم علی اچ. سلام خدمت رفقا، خیلی ممنون از بحث خیلی خوب رفیق یاسمن. به نظر شما خود فرم سازمانی حزب بلشویک چه تأثیری روی تقویت و رشد جریان ضد انقلابی استالینیستی داشت؟ درس های سازمانی و تشکیلاتی که میشه از این تجربه گرفت برای امروز چه نکاتی هست به نظرت؟ این سوال این رفیقمون که تا اندازه شما وارد بحث و جواب بهش شدید. در ضمن خدمت رفقا بگم رفیقمون مکنر که یاسمن عزیز اشاره کرد، اتفاقا بله به زودی این در این یکی دو هفته آینده قرار بیاد برامون صحبت کنه. متاسفانه نه سر اون جزوهی که یاسمن عزیز اشاره کرد، امیدوارم سر اونم اتفاقا بتونیم ایشونو بیاریم حتما. خیلی خود اون بحث جالبیه. از من یکی دو نفر دیگه هم تقاضای بحث رو دارم برای اینکه رفیق مکنر رو بیاریم سر این جزوه سر استراتژی انقلابی صحبت بکنه. ولی به هر حال این بحث فعلی که قول دادن به ما و به زودی اینجا خواهیم داشت به زبون انگلیسی سر مسئله امپریالیسم انگلیس و ایران، که فکر کردم مسئله جالبی باشه. به هر حال یه تاریخ نگار مارکسیستی به اصطلاح سر امپریالیسم انگلیس و ایران کار جالبی میتونه برای همه ما باشه. میتونیم یه گفتگوی خوبی سر این قضیه با این رفیق داشته باشیم. امیدوارم به زودی اون رو بتونیم به رفقا ارائه بدیم. به هر حال این سوال رفیق علی رو اگه میتونین یاسمن جان یه جوابی بدید، توضیح بدید. من سوال رو ندیده بودم ولی فکر کنم خواهش میکنم که هایش رو جواب دادم. ولی به مسئله اصلی به نظر من دموکراسی حزبیه، و این فقط مسئله اگه بخوای تاریخی نیست. همین الان شما نگاه کنید
و بعضی وقتا نمیدونم خود به خودی شاید پیش میاد، ولی بعضی وقتا آگاهانه پیش میاد. شما نگاه کنید، من هر چند وقت یه بار به خاطر که فکر میکنم همچنان نیروی بخواهم مترقیه در انگلیس با همه مشکلاتش، نشریه حزب سوسیالیست کارگری ورک سوشالیست پارتی رو میخونم، نگاه میکنم، یکی دو نشریه دیگر رو هم نگاه میکنم، ولی مال اینا رو نگاه میکنم، مال حزب سوسیالیست انگلیس رو هم نگاه میکنم، اونا بیشتر تروتسکیست تاریخی ترن. حزب کارگران سوسیالیست میشه گفت تونی کریف رو قبول دارن، سرمایه‌داری دولتی در شوروی غیره. شما یک گزارش کنفرانس هست، یک صدای مخالف نمیشنوید، یک صدای مخالف نمیشنوید. مثلا کسی که اومده نقد کرده این بوده که میز کتاب کم گذاشتیم یا میز کتاب جای اشتباه گذاشتیم، این مثلا تنها انتقادیه که بس میشه، در حالی که خب این حزب کارای مثبت کرده، من نمیگم کاراش همه منفی بوده، ولی اشتباهات فجیعی داشته، نیروی عمده‌ای بوده در قبال مسئله تظاهرات گسترده علیه جنگ عرب. به گفته خودشون دهست با متحدانشون 2 میلیون آوردن تو خیابانهای لندن. هیچی از این ادامه کاری این وجود نداره. در یه اتحاد با بقیه چپ بودن به اسم سوشالیست الائنس، اونو ول کردن رفتن با مسلمانان حزب رسپکت رو زدن که این آقای گالوی جزدید، یعنی اقتشاش سیاسی وحشتناکی نشون داده. حالا این یکی از ده ها نمونه است، در درون خودشون مشکلات دیگه بوده راجع به برخوردشون به دختران جوان، سوء استفاده غیره. یک دونه انتقاد درست حسابی نیست. کسی میخواد انتقاد کنه تنها راهش اینه که خارج شه، یا بیرون اونجا مثلا جزوه بده، نشریه بده، بگه من انشاء کردم به این دلیل، و خب زیاده ده حال این عظیمه. ولی ما تا وقتی در احزاب تروتسکیست این دید استالینی از حزب رو داریم که حق انتقاد نیست، حق گرایش نیست، این مدل بدترین درس ها از دوره جنگ با سفیدها از سالهای اول حزب بلشویک شده، نمونه ای که میخوایم الان در قرن 21 برای جوانان قرن 21 انجام بدیم، خب آینده به نظر من برای این چپ نیست. چون این نیست که از بدون اینکه خودشون بخوان، بدون اینکه آگاهانه برن پی این، حزبی تروتسکیستی راهی استالینی داره میره. راهی استالینی به این معنا که تنها راه زیر سوال بردن کمیته مرکزی انشعاب، در حالی که انشعاب باید آخرین وسیله باشه، آخرین راه باشه، آخرین راه حل باشه. شما باید اجازه بحث داشته باشید، اجازه طرح این بحث در سطح محلی، در سطح سراسری داشته باشید، اجازه شکل تشکیل دادن گرایش، پیش بردن بحث گرایش در کنگره، اجازه سازماندهی اون گرایش و حتی حق انتشار نشریه مستقل برای پیش بردن نظر اون گرایش. ولی همه رفتن پی تاریکترین دوره 1917 تا اوایل 1918 تا 1921 و میخوان هر کی مخالفه یا باید بره بیرون یا باید افشا بشه یا نمیدونم باید ول کنه، سیاست رو ول کنه. شما هر تظاهرات چپ که میرید در بریتانیا، اگه تعداد کسایی که اعضای سابق احزاب و سازمان های گسترده چپ بریتانیا بودن رو جمع کنید، واقعا با یه تعداد بیشماری روبرو هستید. ولی اینها به درستی اون حزب رو ترک کردن چون جایی در اون نمیدیدن، جای دیگه هم پیدا نکردن، در اون منفردن. و این انفراد چپ یکی از مشکلات و واقعا این بی برنامه گید.
مسئله من فکر میکنم بیشترش اینه که تا شما یه بحثی رو غیرقانونی کنید طبیعی است که زمینه بعدیش اینه که بیاید برچسب بزنید بر کسی. ما اینو در خودمون داشتیم دیگه، وقتی که بحث اقلیت اکثریت بود یا بحث در جنبش در بخش تروتسکیز بین مدافعان و مخالفان جمهوری اسلامی بود، هر کسی مخالف جمهوری اسلامی بود رفقای سابقش میگفتن این جاسوس سیاست، از این استالینیستی تر نمیشه برخورد کرد. حالا ولی اون حزب خودش تروتسکیست بدونه یا استالینیست بدونه یا نیمه استالینیست بدونه، اونجوری که سازمان فدایی خودش رو میدونست. و نتیجه عملی چنین کاری به نظر من واضح و روشنه. شما اگه در قدرت باشید فقط این نیست که میگید این جاسوس سیاست یا با امپریالیزم کار میکنه، اینه که اعدامش باید بکنید. در نتیجه اعدام کردن، اعدام های گسترده دوره استالین نتیجه منطقی یک روند سیاسیه و اون روند سیاسی متاسفانه در قرن 21 وجود داره. یکی از دلایل ضعف چپ جهانی دقیقا همینه، چون اجازه این بحث کردن داده نمیشه، خب خیلی ها ترجیح میدن منفرد بمونن، آنارشیست بمونن، حول بعضی احزاب بگردن ولی عضو نشن، و ضربه ای که این داره میزنه به نظر من بی حد. ببخشید، امیدوارم تکراری نکنم. مرسی رفیق یاسمن. من دست رفیق دیگه رو بالا نمیبینم. سیامک عزیز بفرمایید. مرسی. من یه فقط سوال یه ذره خوب تکنیکی هستم. در ضمن بگم که اینجا شما رفیق یاسم گفتین که در مورد این دموکراسی تو این کانادا که من زندگی میکنم، توی کمپس ها قوی ترین چیز این سازمان تروتسکی مال آلن ووده که خیلی قویه. سالا ما نمیدونم چی توی این هرشت اینا که اصلا در واقع کوچکترین مخالفتی میری تو جلسات میکنی اصلا تقریبا میندازن بیرون، یه دعوت هم نمی کنن، ایمیلات اینا میان بیرون. بعد حالا در حالی سوالم این بود که در مورد این خواستم بدونم که این بخشی که تکتین کرده، من نمیدونم چیزش میکنم تلفظش میکنم، چه فرقی با این یه سری تئوریایی داده شد همون بعد از جنگ جهانی دوم بعد از فوت تروتسکی که یه سری حالا اسما یادم نیست ولی کلکتیو بروکراتیزم اینا بود که توسط مکس نمیدونم از اون مول نمیدونم چند نفر دیگه بودن اینا، شما آیا مثلا جزئیات نمیدیم مثلا اینا چه فرقی با، چون یه جوری احساس کردم اینم مثلا رفت داری با اون تئوری، آیا فرقی هست؟ مرسی. من سعی میکنم به هر دو جواب بدم. سوال جی عزیزان بدم. من فکر میکنم، البته دارم از حافظه میگم چون الان حضور ذهنی به نوشته این کلکتیو بروکراتیزم ندارم، ولی روی هم رفته اونها دید مثبت تری، نه اینکه اونها نقد میکنن و انتقاد میکنن، ولی دید مثبت تری به بوروکراسی در شوروی دارن، در حالی که تیکتین تمام نوشته هاش اصلا همه این مسائل رو این بوروکراسی میبینه، میگه اینا ضربه اساسی به جنبش چپ زدن، داغون کردن، نمیدونم برنامه هاشون غلطه، طبقه کارگر رو بیگانه کردن، رده بندی طبقاتی ایجاد کردن غیره. کلکتیو بروکراتیزم یک عامل مثبت داره چون واژه اشتراکی کردن بروکراتیزمه،
و به نوعی بارش یک کمی مثبت تره، نه اینکه اونها میگم انتقاد دارن، ولی همطور که تورا اشاره کرد یکی از پایه دیگه بحث کریتیک و تکتیک در رابطه با این ناکارآمد بودن اقتصاد شورویه، اینی که همه چی خیلی زیاد از ویست زبال بیفایده بودن تولید صحبت میکنه که درسته و مثال هایی که خود اتفاقا خود این بوروکراسی منتشر میکنه راجع به اینکه تولید چقدرش زائده، بیفایده است، چقدر این برنامه های اقتصادی اقتصاد عقب میاندازه به جای اینکه جلو ببره. این تأکید بر صنایع نظامی چه ضربه ای بر اقتصادی میزنه که اقلا میتونست به نوعی برخی دردهای روزمره جامعه رو کم بکنه، به این معنا که هم دولت حالا هرچی که هست یه پایه بیشتری داشته باشه و اینقدر ایزوله نباشه، اینقدر همه مردم خودشون رو در برابر این دشمن خودشون ندونند این رو. و از این جنبه به نظر من تفاوتی هست. اشاره هم کردید به آلن وود، یکی از نکات جالب راجع به همین جریان سوشالیست اپیل اینه که در یک کنفرانسی در پاییز امسال یه دفعه اعلام کردن که نه ما از این به بعد، تا حالا سوسیالیست بودن، گفتن نه ما از این به بعد کمونیستیم و از قرار معلوم نصف اعضای عالی رتبه حزب نمیدونستن که رهبری میخواد یه همچی چیزی رو اعلام بکنه و شوکه شدن و بعضیشون اومدن بیرون و اومدن کنار، نه چون مخالفن، نه چون این تغییر نام به نظر من الزاما تأثیری هم نداره، ولی این خودش نشون میده کسانی که میدونید فکر میکنند رئیس حزبن دیگه، میتونن تنهایی فکر کنن، تصمیم بگیرن، میان اعلام میکنن امروز ما با چپ میخوایم متحد بشیم، فردا با مسلم بریتیش مسلم اسوسییشن میخوایم متحد بشیم. منطقی پشت این نیست. اگه اینو در سطح گسترده تری بحث کنن من فکر میکنم اعضا وای میستن میگن آقا جان این چه کاریه، اینا ارتجاعی هن، اینا به اخوان المسلمین وصلن، چجوری با اینا میخواید حزب ریسپکت بزنید؟ هول کردید، تظاهرات عراق رو دیدید هول کردید، بعد خودشون پشیمون میشن مجبورن یه عده رو بیرون کنن، یه عده ازشون جدا میشن. یعنی واقعا این تاریخ بد تکرار میشه. جی عزیز سوالی نوشتن در رابطه با یوگسلاوی، یک اشاره هایی هست، من نگاه میکنم شماره های قبلی کریتیک همه الان آنلاینه، این تیلر اند فرانسیس تنها، نه تنها، یکی از کارهای مثبتی که انجام داده اینه که از شماره یک نشریه کریتیک تا شماره 98 که هفته پیش در اومد آنلاین و ما همونطور که گفتم 99% داره میره، ولی شما من پیدا میکنم و لینک رو میفرستم. متاسفانه اکثر این مقاله ها پیاده کردنش خیلی گرونه، ولی اگر از یک دانشگاه استفاده کنید، از کتابخونه، حتی لازم نیست کتابخونه دانشگاهی باشه، از کتابخونه استفاده کنید میشه پیاده کرد. خود تیکتین مطلب طولانی در رابطه با به اصطلاح مارکت سوشالیسم، سوسیالیسم بازار، بازاری، بازار در سوسیالیسم نوشته که اونو هم پیدا میکنم، در اون اشاره هایی به یوگسلاوی هم داره. خیلی ممنون. ممنون رفیق یاسمن. اتفاقا یه مقاله دیگه هم داره که اسمش الان یادم نیست، زمان رفورمای گورباچوف اینو نوشته،
که اونجا اتفاقا یه جمعبندی کرده از بحرانهای اقتصادی که جامعه شوروی داشته و اینکه چطوری از بعد از خروشچف به این طرف چه تلاشهایی شده برای حل این بحرانها. و خیلی نکته جالب توش این بود که عاقبت هم اثبات میکنه برای همچین سیستمی تنها شکلی هم که میشه این رفورما رو به انجام داد KGBه، یعنی از طریق فقط سازمان امنیته که میشه این تغییر و تحولات. و این اتفاقات چی میگن درس و تجربه است بر ما در ایران که تغییر و تحولات از کجا خواهد آمد؟ عاقبت از دل همین سپاه پاسداران و سازمان امنیتشون بیرون خواهد آمد، درون خودشون. این اتفاقا پرداخته خیلی جالب هیلل تیکتین به این پرداخته. برای رفقایی که اشاره کردن به نظر من بد نیست این مقاله رو حتما پیدا کنین و بخونین. مقاله زیاد درازی نیست، 20 صفحه است. دقیقا این تغییر و تحولاتی رو که در شوروی رخ داد و منجر به فروپاشی شد از زاویه دیدگاه خودش توضیح داده. در اینچه هم به یه معنای یه نوع بازگویی نوشته های قبلیش سر شوروی که موزش چه تفاوتی با بقیه داشت، هم به یه نوعی نتیجه این بحثا رو داره در واقع توی روز بهتون نشون میده در دوره‌ای که داشت شوروی از هم میپاشید. و این خیلی جزء جالبی، رفقا فرصت کردن حتما بخونن. این دست کسی رو من بالا نمیبینم، ولی حالا که این نکته رفیق تیکتین رو گفتم، این مقاله رو گفتم به تو، تا برای چی میگن برای اینکه کسی دستش بالا نیست به خودم اجازه میدم یه دو تا نکته حالا یه ذره جوکوارم بگم که نتیجه این بحثای تئوری که غلط از لحاظ سیاسی به کجاها میتونه بیانجامه، به چه جاهای باریکی میتونه بیانجامه. دو تا مثال یادم آمد، یکی رفیق عزیز و گرامی و به سلام چی میگن رهبر خود من آقای ارنست مندله که بعد از ایاتون باشه دیوار برلن که فرو افتاد، مندل یه مقاله ای نوشت که بله این همون انقلاب سیاسی علیه بوروکراسی است که ما میگفتیم و خطر عمده هم که تهدیدش میکنه امپریالیزم آمریکاست که الان میاد اونجا و اونجا پایگام داره و میخواد این انقلاب رو از بین ببره. این تحلیلش بود از وقایع برلن. درست که همه ما یعنی احتیاجی به آدم تئوریسین هم نداشت، هر آدمی روزنامه هم میخوند و تلویزیون هم نگاه میکرد میفهمید این تظاهرات برلن اغلب پروغرب هستید، به هیچ وجه جناح کارگری که میخواد حالا علیه بوروکراسی به جنگ نیستن، اینا پروغربی ها در واقع که اونجا همش دارن این دیوار ها رو میارن پایین. این میگم یکی مثلا از نتایج مسخره ای بود که آدم اگر مواظب نباشه از اون تئوری دولت کارگری منحط میتونه بهش برسه و خیلی هم منطقی مندل به این موضوع رسیده بود. و جالبه به نظر من خودشم شاید دو روز بعدش فهمید، چون بعد دیگه از یه هفته بعدش دیگه این مقاله غیب شد، دیگه من ندیدم در جایی. یه نکته حالا از رفقای ایرانی خودمون امیدوارم بهشون بر نکنه، میدونن من چقدر دوستشون دارم عزیزان و احترام بهشون میذارم. رفیقم شالگونی موقع که آندروپوف سر کار بود، اگه یادتون باشه همین مقاله رفیق تیکتین نشون میده که اصلا گورباچوف نتیجه آندروپوفه، یعنی این مراحل مختلفی است که KGB داره این رفورما رو میاره جلو. موقعی که آندروپوف رفورما هم در چیه؟ رفورما در بین بردن حتی دیگه اون چی میگن رتوریک سوسیالیستی، دیگه اونم دیگه احتیاجی نیست بهش، بریم حالا دنبال رتوریک کپیتالیستی که می همه خوششون بیاد. همون بوروکراسی همونان حالا رتوریک رو عوض کرده در واقع. این رو داره تیکتین توضیح میده دیگه. حالا رفیق بود شالگونی موقع برداشتش که بود که بله آندروپوف معرف جناح چپ حزب بلشویکه که داره، یعنی میخوان سوسیال، اینا میخوان سوسیالیسم احیا کنن، این سوسیالیسمی که دوره برژدوف یه مقدار به کسادی کشیده شده آندروپوف داره احیا میکنه. خیلی من مایلم روان اگه یه وقتی بحث رو شنیدن
من ندیدم بعد خودشون به صلاح در رابطه با این تفسیرشون چه دید دیگه ای داشتن و چه نقلی نوشتن، ولی میگم نتیجه اون تئوری هم که این به هر حال می برنامه ریزی است، نمیدونم اونجا ما بیکاری نداریم، اونجا ما هنوز دستاوردهای انقلاب اکتبر در اونجا هست، یه نتیجه هم میشه این اونجایی که خود بوروکراسی داره رفرم میکنه به سمت سرمایه داری، رفقایی که اون نتیجه رو دارن فکر کنن این رفرما داره به طرف چپ میبره جابر، داره کارگرا به کارگرا میخواد دموکراسی بده. گفتم حالا این هم چون کسی دستش بالا نبود ببخشید یا سبب جا. به هر حال شما اگه مایلید بحثی در خاتمه ارائه بدید، چون من دست کسی دیگه ای رو بالا نمیبینم. بفرمایید، میدونم شما هم به صلاح حالتون زیاد خوب نبود بعد از یه عمل تازه لطف کردین اومدین این قولتون اجرا کردین، برحال اگه مایلین میتونین چند کلمه ای که میتونید به صلاح هنوز نفسشو دارین بفرمایید در خاتمه. نه من فقط همین حقش بود، منم به این قضیه انقلاب سیاسی اشاره میکردم، چون در حقیقت یکی از بحث هایی که حالا جدا از تیکتین و نشریه کریتیک خیلی ها در نقد این مسئله دولت منحط کارگری مطرح میکنن همین بحث انقلاب سیاسیه، چون سالها مطرح میشد که مشکل این از نظر پایه‌ای مشکلی نیست، یک اگه بخواید مثل که یه دی کودتا کردن این بروکراسی کودتاگره، انقلاب سیاسی صورت میگیره و همه چی درست میشه، و این بس از پایه غلطه. شما وقتی از خود بیگانگی نیروی کار رو داری، وقتی این طبقه های طبقه بندی جدید در سطح جامعه رو داری، وقتی این امتیازهای گوناگون و پیچیده در یه جامعه رو داری، اصلا امکان این که اینا رو وردارید یکی دیگه بیاد به قدرت برسه انقلاب سیاسی صورت بگیره وجود نداره. و جالب اینه که خیلی ها به این اعتقاد داشتن و مشکلشون بود. یه نکته ای که حداقل من یکی باید قبول بکنم در رابطه با خود کریتیکم باید گفت اینه که این امید بود برای شاید ایده‌ای در تحریریه کریتیک که پس از سرنگونی شوروی یک چپ جدیدی قدرتمند بری از این انحراف ها رشد پیدا میکنه و اگه بخواد خودشو نشون میده و نجات میده طبقه کارگر و جامعه رو، جهان رو از این، و ما این رو هم ندیدیم. بیشمارن دلایلش و الان آخر جلسه وقتش نیست، ولی اینم از نکاتی است که باید بهش اشاره بکنیم که آره این هست که مثلا در ایالات متحده این نسل جوانی که داره آشکار میگه ما سوسیالیست هستیم، وزنه سنگین جوانان دهه 60-70 رو که تا میگفتن سوسیالیست هستیم باید میگفتن ولی نه از نوع شورویش یا غیره، اون وزنه بر دوشش نیست، ولی همچنان با ضعف های بیشماری، پراکندگی، نبودن اتحاد، نبودن بحث های قوی روبرو هستیم و این هم ضعف چپی است. خیلی ممنون. ممنون از رفیق یاسمن برای صحبتتون، ممنون از همه رفقا که نشستن و گوش دادن، امیدوارم بحث خوبی بوده باشه و متاسفانه من باید بگم هفته بعد نمیدونم جلسه داریم یا نداریم، ولی هفته بعد مایک قبول کرده صحبت کنه، مشکلی که خواهیم داشت اینه که باید در یه فاصله نسبتا کوتاهی ضبط کنیم، ترجمه کنیم بعد بذاریم، ولی اگر کمک من بهم بشه من ترجمه رو انجام میدم و باید روی فیلم گذاشته بشه. بله پس عالی، نه حتما کمک ما همه در خدمتیم جاییم یا سوال جان، بله شما دستور بدید با هست، پس عالی، پس هفته بعد اتفاق همون بحثی رو داریم از رفیق مایک مکنر در رابطه با امپریالیزم انگلیس و ایران، تاریخچه این ماجرا رو میخوایم بررسی کنیم، یه
مشتی نمونه خروار، یه بحث کلیه با سر دوران سرمایداری جهانی کردیم، یا یه نمونهش انگلیس و ایران، ببینیم چیش بود این رابطه، خیلی میتونه بحث جالبی باشه. منم این بحث برای اولین بار خواهم شنید، نشنیده بودم، نمیدونم شاید رفیقم یاسمن شنیده باشه، ولی من که اصلا نشنیدم این بحث رو، در خیلی خودم هم مشتاقم که اینو بشنوم. جلسه البته به انگلیسی خواهد بود دیگه، اگه رفیقمون هم هست در جلسه، البته نوار رو میگیریم، نوار رو ترجمه هم میکنیم که رفقا بدونن بحث سر چیه، ولی بحث به زبان انگلیسی خواهد. رفقایی که میخوان فارسی هم حرف بزنن در نوشته میتونن سوالشون رو به فارسی بذارن، ما ترجمه میکنیم و به صورت سوال میکنیم. بنابراین این خیلی خبر خوبی بود یاسمن جان، مرسی. در چه هفته بعدم جلسه بسیار خوبی خواهیم داشت. رفقای عزیز، اگر کسی سوالی بحثی نداره، من دیگه با اجازهتون جلسه رو خاتمه بدم. پس خودشون حضور خواهند داشت دیگه، بله با خودشون اینکه زد هستن خواهد دیگه. آه. اوکی. بله خودشون هم هستن. اول نوار مصاحبه باشون رو پخش میکنیم، بعد که اون نوار ترجمه فارسیش هم خواهد بود که زیرنویس فارسی، بعد رفقا میتونن سوال در جلسه هم بکنن و بحث بکنن، و اگه خواستن به فارسی سوال کنن ما ترجمه. روشن باید باشه دیگه همه چی فکر کنم برای رفقا. تشکر مجدد از همگان، شب دوستان خوش، تا هفته.